یو پسر، خوش اومدید به بی اس گیم شو. توی این ویدیو قراره بپردازیم به نحوه دفاع کردن توی FC24، که مطمئنم متوجه این شدید که دفاع کردن توی بازی سخت‌تر شده، ولی خب با این روشی که امروز بهتون میگم خیلی بهتون کمک میکنه توی بهتر شدن داخل بحث دفاع. فقط قبل از هر کاری اول بیایید داخل تنظیمات دسته و توی این قسمت نحوه دفاع کردن رو به Advanced Defending تغییرش بدید. پارسال فقط با 2 تا دکمه میشد دفاع کرد. اگر روی تنظیمات کلاسیک بودید با دایره یا بی میشد پا انداخت و با مربع یا اکس میشد تکل بلند زد، که خب توی بیشتر مواقع با استفاده از پا انداختن بود که میتونستیم توپو بگیریم و خیلی کاربردی بود توی بازی. ولی امسال از همون مچ اول که بازی میکنید متوجه این میشید که دیگه دقیق نیست به اون شدت پا انداختن توی بازی و فقط توی شرایط خاصی به درد میخوره. اما داخل روش جدید دفاع، یعنی Advanced Defending یا همون دفاع پیشرفته، یه دکمه جدید برای دفاع به بازی اضافه شده که با 2 روش میشه توپو باهاش زد، که دونه دونه میریم سراغشون. توی روش اول اگه بازیکن حریف باهاتون فاصله داشت و به سمتتون نمی اومد، فقط کافیه که اینجوری سرعت بگیرید و برید خودتون رو تا جای ممکن به حریفتون نزدیک بکنید. بعد وقتی که به حریفتون به اندازه کافی نزدیک شدید، فقط کافیه روی پلی‌استیشن زبدر و روی ایکس باکس ای رو نگه دارید تا بتونید توپو بزنید. حتما دسترم براتون میذارم بالای تصویر تا بهتر متوجه این قضیه بشید که دقیقا باید چی کار بکنید. همونطور که میبینید خیلی ساده تر گرفتن توپ، دیگه لازم نیست زمان بندی خاصی بکنید برای گرفتنش، فقط کافیه زبدر یا ای رو نگه دارید تا بازی طبق شرایط خودش توپو براتون بزنه. حتما هم لازم نیست پلی استایل خاصی بازیکنتون داشته باشه و با همه بازیکنای توی زمین میشه این کارو کرد. یه شرایط دیگه هم وجود داره، اونم وقتیه که بازیکن حریف داره بهتون نزدیک میشه. اینجا باید از جاکی هم استفاده بکنید که فقط کافیه روی پلی‌استیشن L2 و روی ایکس باکس LT رو نگه دارید تا بازیکن مرکز ثقلش رو پایین بیاره تا با دقت بیشتری دفاع بکنه و اصطلاحاً وارد حالت جاکی بشه. بعد در حالی که جاکی رو انجام میدید، همزمان باید باهاش دکمه سرعت رو نگه دارید و سعی کنید خودتون رو جلوی مسیر حرکت بازیکن حریفتون قرار بدید و زبدر یا ای رو نگه دارید تا توپ راحت بتونید بزنید. با این مدل دفاع دیگه خیلی لازم نیست از پا انداختن استفاده بکنیم، مگر توی شرایط خاص، که اونم بهتون پیشنهاد میکنم وقتی که میتونید این کار رو انجام بدید. به جای پا انداختن معمولی هم زبدر و دایره یا بی و ای رو همزمان نگه دارید، خیلی راحت تر و قوی تر میتونید توپو بزنید و با همزمان نگه داشتن این دوتا دکمه دقت بیشتری بازیکنتون میذاره توی پا انداختن. ولی کلن توی حالت دفاع سعی کنید همیشه زبدر رو نگه دارید. اینجوری اگه پاس یا شوتی زده بشه، بازیکن اگه نزدیک بهش باشه توپ پا میندازه و توپ رو دفع میکنه به طور اوتوماتیک. اما یه مدل دفاع دیگه هم به بازی اومده که خیلی خوبه و اگه بفهمید که دقیقاً کجا و چطور باید ازش استفاده بکنید، موقعیت‌های خیلی زیادی رو میتونید از حریفتون بگیرید. اینطوریه که وقتی که به بازیکن حریفتون نزدیک باشید و دوبار زبدر یا ای رو بزنید، بازیکن به حریف بدن میزنه و خودشو به حریف دیکته میکنه و اینجوری میپره جلوش و اگه توی شرایط درستی ازش استفاده بکنید، خیلی راحت میتونید بدون خطا توپو بزنید. فقط قبل از اینکه بهتون بگم توی چه شرایطی کاربرد داره، اول این نکته رو بگم که توی محوطه ترجیحاً ازش استفاده نکنید، چون داور امسال دیگه خودتون بهتر از من میدونید مثل هلو پنالتی میگیره. یکی از موقعیت‌هایی که خیلی خوب میشه توش با این روش توپو زد این مدل موقعیت هاست که هم مهاجم حریف
هم شما جفتتون توی یه جهت حرکت میکنید و فقط کافیه نزدیک به حریفتون بشید، بعد دوبار زبدر یا ای رو بزنید تا بازیکنتون بدن بذاره و با بدن گذاشتن مالک توپ بشید. سعی کنید از مثالهایی که براتون میذارم توی تصویرم استفاده بکنید که بهتر این قضیه رو متوجه بشید که چه زمانی دقیقاً باید بدن بذاریم. اما فقط کاربرد بدن گذاشتن توی این شرایط نیست. بعضی وقتا حریفتون به سمت دروازه داره حرکت میکنه و شما از بغل میخواید بهش نزدیک بشید، که خب بهترین گزینه توی این موقعیت هم استفاده از بدن گذاشتن توی بازیه. اگه دقت کنید وقتی مهاجم حریف سرعت میگیره، توپ یه مقدار از پاش جدا میشه و اگه درست وقتی که توپ یه مقدار از پای حریفتون فاصله گرفته بدن بذارید، خیلی راحت تر و بدون ریسک خطا دادن میتونید توپو اینجوری بزنیدش. و خیلی وقتا توی این شرایط اصلا لازم نیست بازیکنتون بدن بذاره، خودتون دوبار زبدر یا ای رو که بزنید میپره جلوش و خیلی راحت توپو میتونید بگیرید. خب بچه‌ها، اینم از روش جدید دفاع کردن توی FC24. مطمئنم اگه این نکته ها رو درست ازشون استفاده بکنید، خیلی راحت میتونید توی توپگیری موفق باشید. توی این ویدیو هم سعی کردم دیگه نرم سراغ اون نکته های قدیمی که دیگه تقریبا هممون میدونیم در موردش، و سعی کردم بیشتر فقط این نکته های جدید رو بهتون بگم که خیلی بهتون میتونه کمک بکنه. اگه سوالی داشتید حتما توی کامنت ها بنویسید و تا ویدیوهای بعدی، catch you later boy.